سلام، به کانال کامیک فکتس خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز میخوام کامیک کلین جوک، یکی از معروفترین و پرطرفدارترین کامیک های کمپانی دیسی که توسط ال مور و برایان بالانت خلق شده رو تعریف کنم. اگر هنوز عضو کانال نشدید اونو سابسکرایب کنید تا باقی ویدیوهامون رو از دست ندید. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. در دل یک شب بارونی دیگه تاب و تحمل بتمن از اینکه چرا بیدلیل انقدر درگیری های این دو نفر ادامه پیدا کرده تموم شده بود و بلافاصله خودشو به آرکام میرسونه و اونجا جیمز گوردون هم منتظرشه. اونا همینطور راهروهای تیمارستان رو طی میکنن که بالاخره به سلول مورد نظرشون میرسند. بله، درست فکر کردید، سلول جوکر. نگهبان در سلول رو برای اونا باز میکنه. در حالی که جوکر در حال بازی کردن با کارتاش هست، بتمن به سمت اون میره و روبروش میشینه و از اون علت این که چرا این دو نفر انقدر دشمنی بینشون ادامه پیدا کرده و هیچ جوره به پایان نمیرسه سوال میکنه. جوکر هیچ جوابی نمیده. بتمن که این قضیه براش خیلی حائز اهمیته، دست اونو میگیره که جوابشو بده، ولی اون دستشو میکشه و دستهای بتمن گچی میشه و متوجه میشه که اون فرد جوکر نیست و فقط گریم جوکر رو داره و با پاک کردن صورتش به این قضیه ایمان پیدا میکنه. خب، داستان شروع شد. جوکر فرار کرده و بتمن دوباره باید اونو گیر بندازه. در همین حین در یک شهر بازی. چی شد؟ تونستی بهش یه نگاهی بندازی؟ آره، خیلی زشته. بیشتر جای بی خانمان است تا شهر بازی. وسایلش به قدری خرابن که میشه از اونا برای شکنجه استفاده کرد تا بازی. خلاصه که جای مناسبیه برای معلول کردن بچه ها یا کشتنشون. یک جای ایدئال. پس یعنی خوشت نیومد؟ خوشم نیومد؟ دیوونه شدم. پس جدی جدی میخوای بخریش؟ آخ جون، ببین تازه قیمتش هم خیلی مناسبه. قیمت؟ ولی همیشه پول مهم نیست، گرچه که الان اینطوریه. این لحظه اونو یاد خاطره ای انداخت، روزی که برای تست رفته بود تا اجرا کنه. زمانی که به خونه برمیگرده همسر حاملش از اون راجع به اجراش میپرسه و اونم میگه شاید با هم تماس بگیرن. با اینکه ظاهرا قسمت‌های اصلی اجرا و جوک‌هاشو خراب کرده بود، زنش یک آهی می‌کشه و باعث میشه اون از کوره در بره و فکر کنه این آه اون برای پیدا نکردن شغلش است و شروع به جر و بحث می‌کنه و میگه تو فکر می‌کنی که همه این اتفاقات و گیر نیاوردن شغل برای من مثل یه جوک خیلی بزرگ می‌مونه؟ فکر می‌کنی من خوشم میاد برم جلوی آدما اجرا کنم و اونا به جوکام نخندن؟ اون از پرخاش و عصبانیتش که روی همسرش خالی کرده بود پشیمونه و ازش عذرخواهی می‌کنه. اون از اینکه اجاره خونه‌شو نمیتونست بده یا همسایه‌ها و صاحب خونه‌ش بهش احترام نمیذارن یا اینکه درآمدش از دخترهایی که بدون هیچ کاری از اون بیشتر پول در میارن خیلی عصبانی بود. ولی با این اوصاف جینی بهش میگه من عاشقتم، حداقل تو در خندوندن من و البته اخراج شدن از کار لنگه نداری. نگاه اون بیانگر حسش بود. خب تو از خرید اینجا پشیمون نمیشی؟ نگاه کن، تازه بعضی از وسایلش هم هنوز کار میکنن. پس بیا با هم دست بدیم تا این معامله رو رسمیش کنیم. جوکر سوزنی کف دستش بود که هنگام دست دادن داخل دست اون فرد فرو میره و باعث میشه اون خشکش بزنه و پوستش مثل گچ سفید بشه و خون از دهنش راه بگیره. خب، معامله یه خوبی بود، گرچه قبل اینکه دست هم بدیم اینجا مال من بوده. خلاصه که خوشحالم که منظورم رو گرفتی. هر کاری که دلت خواست بکن، اینجا همه چیز مجانیه. من باید برم یه سری وسیله بگیرم. در همین حین در غار خفاشی بتمن، بروس در حال جستجو و پیدا کردن جوکر هست و به هیچ نتیجه ای نمیرسه. آلفرد برای اون صبحونه میاره و ازش میپرسه البا بروس، چیزی شده؟ میتونم کمکتون کنم؟ نه آلفرد، چیزی نیست، فقط میخوام بدونم اون میخواد چی کار کنه، ولی اصلا نمیشناسمش. بعد این همه سال نه اون منو میشناسه نه من اونو. آخه چطور ممکنه دو نفر از هم متنفر باشن ولی همو نشناسن؟ در خونه جیمز گوردون. جیمز روی کاناپه نشسته و داره روزنامه میخونه و روی پرونده ی فرار جوکر کار میکنه و باربارا در حالی که دو تا لیوان قهوه در دستش داره یکی از اونها رو روی میز میذاره و به پدرش به خاطر شلخته بودن و بی‌نظم بودنش گیر میده. که ناگهان صدای در میاد و جیمز به اون میگه که درو باز کنه. زمانی که باربارا داره به سمت در میره، گوردون میگه ای ببین چی پیدا کردم باربارا، اولین دستگیری جوکر توسط بتمن. باربارا بهش میگه آهان، اون، من فقط یادمه که اون یه صورت سفید با موهای سبز داشت که هر وقت راجبش به هم میگفتی ترس کل وجودمو میگرفت. فکر میکردم برات جالب باشه. آره، انقدر جالب بود که هر شب کابوسشو میدیدم. با باز شدن در، کابوس باربارا به حقیقت پیوست. جوکر در حالی که یک دوربین دور گردنش هست و با اسلحه به طرف باربارا نشونه گرفته به اون شلیک میکنه
و باربارا پرت میشه و روی میز میفته و میز کاملا خرد میشه و میشکنه. گوردون کاملا نظاره‌گر این اتفاق بود. سری میره بالا سر دخترش و بعد از شدت عصبانیت به سمت جوکر حمله ور میشه. ولی توسط یکی از افراد جوکر متوقف شده و زیر باد کتک گرفته میشه. و جوکر هم در همین حین یک پیک شراب برای خودش میریزه و میگه: مراقب ستاره نمایش امشبمون باشید. زیاد بهش آسیب نزنید. جوکر بالا سر باربارا میره و میگه: حیف شد که امشب نمیتونی نمایش پدرتو تماشا کنی. متاسفانه محل برگزاری متناسب با افراد معلول ساخته نشده. ولی نگران نباش. خودم بعضی از عکساتو به پدرت نشون میدم تا هیچ وقت تو رو فراموش نکنه. جوکر در حالی که میخنده شروع میکنه به کندن لباسهای باربارا. اما در خاطرات جوکر، اون دیگه خیلی ناامید شده بود و داخل کافه راجب وضعیتش با دو مرد دیگه حرف میزد و برای خارج شدن از این وضعیت تصمیم گرفته بود به همراه اونا دست به دزدی بزنه. اونم از یک کارخونه مواد شیمیایی که قبلا در اونجا کار میکرد و از سیستم امنیتیش آگاهی داشت و میدونست که خیلی ضعیفه. اون نگران بود که نقششون خوب پیش نره و گیر بیفتن. ولی اون دو نفر دیگه بهش اطمینان داده بودند و گفتن اگر تو این کلاه قرمز رنگو سرت بذاری هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته و همه چیز خوب پیش میره. اون کلاه شبیه ماسک رد هود بود که با دو تا لنز قرمز آینه‌ای میشد بیرون ازش دید. اونا کاملا خامش کرده بودند و با دادن وعده اینکه از فردا دیگه همه چی فرق میکنه اون راضیش کردن که ساعت 11 شب نقششون رو اجرایی کنند. باربارا توسط یکی از دوستاش که اونو در یک وضعیت کاملا برهنه پیدا کرده بود بلافاصله به بیمارستان انتقال داده میشه. باربارا از کمر به پایین فلج شده بود. بتمن خودشو به بیمارستان میرسونه و مشاهدگر وضعیت اون و اتفاقی که افتاده میشه. اون برای چند لحظه با باربارا تنها میشه و اونو بیدار میکنه. باربارا از شدت ترس بروس رو در آغوش میگیره و اشک از چشماش جاری میشه و حرفایی که جوکر بهش زده رو به بروس انتقال میده. ازش میخواد تا جون پدرش رو نجات بده. موجوداتی عجیب و غریب و کوتوله مشغول کندن لباسهای گوردون از تنش بودند در حالی که بیهوش روی زمین افتاده بود. اونا کاملا گوردون رو برهنه میکنن و مثل یک برده اونو با خودشون میبرن. اونا داخل شهر بازی هستن و گوردون رو به زور با خودشون میکشن و اون میگه: خواهش میکنم یکی به من بگه من اینجا چیکار میکنم. چیکار میکنی؟ کاری که هر آدم دیگه ایم جای تو بود میکرد. داری دیوونه میشی. جوکر رو میبینیم که مثل پادشاه روی تختش نشسته. گوردون تمام اتفاقاتو به یاد میاره و میگه: یادم اومد. یادت اومد؟ کار اشتباهی کردیم. خاطرات خیلی گورزننده‌ن. اول به نظر خوشایند میان و تو رو یاد لحظات خوب کودکیت میندازن، ولی تو یک چشم هم زدن میبینی داری چیزی رو به یاد میاری که اصلا دلت نمیخواد. یک جای سرد و تاریک. ولی خب بدون اونا نمیشه زندگی کرد. منطق و استدلال‌های ما از هموناست که نشأت میگیره. پس هر وقت اسیرشون شدی برای مقابله باهاشون میتونی جیغ بزنی و خودتو غرق جنون کنی و ازش خارج شی و اونا رو پشت اون در حبس کنی. در همین حین گوردون رو به زور سوار قطار وحشت میکنن و قطار راه میفته و در تونل بسته میشه. و اما خاطرات دیگه نقشه دزدی کامل برنامه ریزی شده بود که در همین حین دو مامور از صاحب کافه سراغش رو میگیرن و پیش اون میرن و میخوان که باهاش حرف بزنن. اون دو نفر بیش از حد مضطرب شده بودن. جوکر به همراه مامورها از کافه خارج میشه. مگه من چیکار کردم؟ یکی از مامورها میگه: متاسفم آقا، امروز همسرتون طی یک سانحه و اتصال الکتریکی، نمیدونم چجوری بگم، همسرتون مرده. متاسفم. چی؟ ببخشید که اینقدر رک بهتون این خبر رو دادم. احتمال این حادثه خیلی کمه. به نظرم برو چند تا نوشیدنی دیگه هم بخور. هر وقت تونستی بیا بیمارستان اطلاعاتو کامل کن. اون دوباره به داخل کافه برمیگرده و قضیه رو به دوستاش میگه و میگه امشب نمیتونه بیاد. اونا اظهار تأسف میکنن ولی بهش میگن اتفاق امشب اتفاق بزرگیه. به این فکر کن که میتونی همسرت رو خیلی با شکوه دفن کنی. و اونا اونجا رو ترک میکنن. قطار راه افتاده و افراد جوکر گوردون رو مجبور میکنن که به اطراف نگاه و خودش هم شروع میکنه به خوندن: دیوونه شو، دیوونه شو، دیوونه شو. جیمز داخل این تونل وحشت عکس های برهنه دخترش رو میدید. در همین حین بتمن تمام تلاشش رو به کار گرفته دو جوکر رو پیدا کنه. اون به خلافکارها و جاهای مختلف سر میزنه تا سرنخی از اون پیدا کنه که در دل شب علامت بتمن در آسمون نمایان میشه و بتمن خیلی سری خودشو به اونجا میرسونه و دوتا مأمور اونجا هستن که ظاهرا ردی از جوکر پیدا کردن و یه کارتی رو به بتمن میدن و بتمن با دیدن اون سری به طرف قرارگاه جوکر میره.
قطار وحشت به مقصد رسید و از حرکت ایستاد. گوردون اصلا حال خوبی نداره. جوکر با قیافه‌ای مظلومانه به اون نگاه میکنه و به افرادش میگه تا اونو داخل یک قفس زندانی کنه. در خاطرات، زمان دزدی فرا رسیده بود ولی هیچ چیز طبق نقش پیش نرفت. ظاهرا سیستم امنیتی تقویت شده بود و پلیس‌ها تو راه بودن. جوکر به همراه اون دو نفر دیگه در حال فرار کردن بود. اونا تهدیدش میکردن و به خاطر اطلاعات غلط گفته بودن که دمار از روزگارش در میارن، در حالی که اون هیچ خبری از این اتفاقاتی که افتاده بود نداشت. یکی از اون دو نفر تیر میخوره و به مامور میگه من هیچ کارم و همش تقصیر رد هوده که به ما گفته این کارو بکنیم. جوکر که جا خورده بود سری به فرارش ادامه میده. مامورین به سمت اون تیراندازی میکنن. اینجاست که قهرمان و ناجی شهر یعنی بتمن حضور پیدا میکنه و به دنبال اون میره. لحظه‌ای که میخواد اونو بگیره، اون خودش رو در ظرف مخصوص مواد شیمیایی میندازه که از طریق کانال‌های دفع مواد شیمیایی کارخونه به رودخونه می‌ریخت و سرانجام اون گیر نمی‌افته و فرار می‌کنه. جوکر به همراه افراد عجیب و غریبش در حال تماشای گوردون هستن و از دیوونه کردن اون برای افرادش یک سخنرانی راه می‌ندازه که همین لحظه هست بتمن سوار بر بتموبیل به اونجا می‌رسه. افراد جوکر با دیدن بتموبیل فرار می‌کنن. بتمن از ماشین پیاده میشه و به جوکر نگاه می‌کنه و به سمت اون حمله می‌بره. بتمن میگه بالاخره یکی از ما اون یکی رو می‌کشه. جوکر روی دست بتمن اسید میپاشه و در همین فرصت فرار میکنه. بتمن گوردون رو از قفس آزاد میکنه در حالی که گوردون گریه کنان در آغوش اون میره. بتمن وارد مخفیگاه جوکر میشه در حالی که گیر تله های جوکر میفته. جوکر در تالار آینه ها مخفی شده و با بتمن حرف میزنه و میگه تو چرا هیچ وقت بچه خنده داره هیچ چیزی رو نمیبینی؟ تمام چیزایی که انسان براش جنگیده و ارزش قائل شده فقط یک شوخی ترساک و دیوونه واره، مثل جنگ جهانی دوم که فقط به خاطر بحث سر تعداد دکل های تلگراف شکل گرفت. من موندم تو چرا بهشون نمیخندی ها؟ در همین حین بتمن آینه ها رو میشکنه و یقه جوکر رو میگیره و میگه چون قبلا هم شنیدمشون و همون موقع هم برام خنده دار نبودن. و همون جاست که جوکر رو به عقب پرت میکنه. جوکر به زمین افتاده و میخواد به وسیله اون سوزن مسموم جلوی بتمن رو بگیره، اما بتمن اون رو از دستش دور میکنه و جوکر رو از جاش بلند میکنه. جوکر انگشتش رو توی چشمای بتمن فرو میکنه و تو همین فرصت یک چوب گیر میاره و با اون محکم به سر بتمن ضربه وارد میکنه و بلافاصله چاقوشو در میاره و به طرف اون میره. اما با اینکه بتمن پشتش به اون هست، مانع اون میشه و با یک مشت سنگین اونو به بیرون پرت میکنه. بارون در حال باریدن هست و جوکر به زور از جاش بلند میشه و وقتی روشو به بتمن میکنه اسلحه‌شو به سمت اون میگیره، ولی موقع شلیک متوجه میشه که خشابش خالیه و این تفنگ یکی از شوخیهای اون بوده. خب منتظر چی هستی؟ من به یه دختر بی‌دفاع شلیک کردم. یه پیرمردو هم تا مرز دیوونه شدن کشوندم. چرا لاتو پارم نمیکنی آن؟ با تو هم. این بار میخوام همه چی قانونی پیش بره. نمیفهمی؟ من میخوام بهت آسیب نرسونم. درگیری ما تا حدی کشم اومده که بالاخره یکیمون اون یکی رو میکشه. میخوام این مشکل بین من و تو حل بشه. میخوام اگر بتونیم با هم دیگه کار کنیم. من تو رو هدایت میکنم جوکر. نظرت چیه؟ هم؟ نه متاسفم. میدونیم این حرف تو منو یاد یه جوکی انداخت. دو تا مرد توی تیمارستانی بودن و یه شب به این نتیجه رسیدن که زندگی کردن تو اونجا واسه شون خسته کننده شده و تصمیم گرفتن که فرار کنن. اونا به بالای پشت بوم رفتن و برای فرار و آزادی کافی بود به پشت بوم ساختمون بغلی بپرند. تا آزادی یک پرش فاصله داشتند. نفر اول خیلی راحت پرید ولی دوستش جرأت پریدن رو نداشت. همون موقع نفر اول یک فکر به سرش زد و به دوستش گفت هی من چراغ قوه دارم، نورشو میندازم بین دوتا ساختمون و بعد تو هم با پریدن از روی اون میتونی بیای پیش من. ولی دومی سرشو به نشونه یه نه تکون داد و گفت تو فکر میکنی من دیوونم؟ همون موقع که من به وسط راه برسم چراغتو خاموش میکنی. مال بود نه؟ آره مال بود. این دو دشمن همیشگی در خنده غرق میشن و کامیک کرینجاک به پایان میرسه. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید با لایک و سابسکرایب هاتون از ما حمایت کنید. تا یک ویدیو کامیک فکس دیگه، خدا نگهدار.